سگالش، گفتارهای جلال ایجادی در زمینه جامعه شناسی، فلسفه، زیست محیطی و سیاست. برنامه از رادیو تلویزیون مان. بینندگان گرامی، درود به همگی شما. امیدوارم که خوب و تندرست باشید. در برنامه پیشین که حدود 2 هفته پیش پخش شد توسط رسانه مانی، برنامه بود تحت عنوان دین استعماری اسلام بخش 1، دین استعماری اسلام بخش 1، و بنابراین امروز همون عنوان دین استعماری اسلام بخش 2 هست. و این هم به خصوص در ارتباط با چیست که این ایده به شکل برجسته پیوسته برای ما در این رسانه مطرح بوده که همه جنبه های دین اسلام شناسونده بشه، و از جمله این که چگونه این دین که خود رو به عنوان دین مهربانی و دین صلح مینامه، ولی که در اساس بر اساس شواهد تاریخی و همچنین بر اساس خود دید قرآنی که این دین یک دین استعماری امپریالیستی است، همچنان که در برنامه اول توضیح دادیم، و علاوه بر این دو جنبه‌ای که مطرح کردیم بر پایه خود آیه های قرآنی و همچنین تاریخ قرآن، امروز به یک بعد دیگه ای از همین به اصطلاح طبیعت دین اسلام برخورد میکنیم، و اون هم مسئله بردهداری در مراحل مختلف در دین اسلام هست. آیا دین اسلام موافق بردهداری هست یا نه؟ گفتیم که بله، اسلام و قرآن بردهداری رو ملغا نمی کند، اون رو ادامه می دهد، و این هم در واقع تاریخ اسلام هست و همچنین در پراتیک رسول اسلام و همچنین خلفا و همچنین امامان. خب، بنابراین نکته ای رو که اینجا به شکل متمرکز میخوام با شما مطرح بکنم، ببینید در کنار تصویر من یک بخشی از نقشه آفریقا رو میبینید که بخش شمالی آفریقا مورد نظرم هستش، که به لحاظ این جنبه تکنیکیش کاملا به هر حال شما نمیبینید، ولی که من در نقشه ای که در دست دارم مجددا همین رو به شما نشان خواهم داد. و اون مسئله بر سر این هستش که ببینیم که در خلافت اسلامی چگونه بردهداری رشد کرد، یعنی در درون خلافت اسلامی که یک خلافت استعماری است، یعنی میره اسلام که سرزمین های دیگر رو بگیره به زور خشونت و با هدف چپاول کردن و با هدف به بردگی کشاندن مردمان دیگر، و در این راستا هست که پس از پیامبر اسلام که عملاً علیه نیروهای مخالف خود و همچنین یهودیان در منطقه حجاز جنگ کرده بود و غزوات خود رو به پیش برده بود، همین منطق ادامه پیدا میکنه در زمان 4 خلیفه و از جمله در زمان خلیفه عمر هست که به شکل گسترده علیه ایران زمین در واقع گروه های تازی، گروه های در واقع مسلمان، گروه های راهزن، گروه های فقیر، گروه های در واقع کسانی که در جستجوی غارت هستن، همه اینها یک مجموعه هستند که بعدها ما بهش میگوییم به اصطلاح قوای عرب یا قوای اسلامی عرب. خب ببینید، ما گفتیم که در عصر باستان ما سیستم بردهداری رو داشتیم در زمین در به اصطلاح مدل و الگوی یونانی، و همچنین ادامه اون در الگوی کجا؟ الگوی روم، که اینها به اصطلاح شکل‌های سیاسی بودند که برپایی لغو بردگی نبودند و اساساً بردهداری رو خود این سیستم‌ها حتی رایج ساختند. و
علاوه بر این در طول تاریخ پیوسته دیدیم و خوانده ایم که از بردهداری غرب صحبت میشه، از بردهداری آمریکا صحبت میشه، از بردگانی که در به اصطلاح مناطقی مانند میسیسیپی روی کشتارهای بردهداران آمریکایی عملا کار میکنن و این برده ها برده هایی هستن که از کجا؟ برده های سیاهی هستن که منشأ اونها همانا قاره آفریقا هست، که این هم یک به اصطلاح داستان و یا یک واقعیت تلخ بسیار بسیار گسترده ای هست که محتاج به هر حال بررسی دیگری هستش. ولی در این دو زمینه اگر در تاریخ صحبت های زیادی شده، در یکی از موارد دیگری که مربوط به بردهداری هست و مربوط به دنیای اسلام هست سیاست صحبت نشده و اون چیز و این هستش زمانی که در واقع امپراتوری اسلامی به وجود میاد، امپراتوری اسلامی برپایی آنچه که داده هایی که در قرآن وجود داره و بردهداری رو اولا ادامه میده، کنیزداری، بردهداری، اینها جلوه های گوناگون امر بردهداری هستند و زمانی که عملا اسلام تبدیل میشه به یک امپراتوری بزرگ استعماری که در زمان به خصوص عمر به وجود میاد، این ادامه پیدا میکنه تا ما میرسیم حدود 30 سال پس از مرگ محمد میرسیم به دوران بنی امیه و بنی امیه نیز حدود 100 سال دوام پیدا میکنه و پس از 100 سال در واقع دوران بنی عباس آغاز میشه و پس از دوران بنی عباس ما میرسیم به چی؟ میرسیم از جمله به در واقع امپراتوری عثمانی تا اینکه منجر بشه به اوایل قرن 20. خب بنابراین بحث ما در این است که در طول این تاریخ گسترده چگونه بردهداری عملا نه تنها ملغانه میشه بلکه رشد و رونق پیدا بکنه. یعنی مسلمانان و اسلامگرایان پیوسته علیه اروپا میزنن، حتی علیه روم باستان نیز حرف هایی میزنن که بله خب اون که جزء تاریخه، ولی برای چی؟ برای پنهان کردن بردهداری و استعمار عربی و اسلامی در داخل تمام این کشورهای مسلمان. تاریخ اسلام با تاریخ استعماری هستش، یعنی در واقع به مستمر تبدیل ساختن کشورهایی که تحت اشغال اونها قرار میگیرن و عملا این به عنوان یک قدرت خلیفه امپریالیستی که مسلطه، که جابره، که در واقع قتال هست، که پیوسته خواهان سرکوب قطعی هر گونه گرایش های گوناگون هستش، عملا این به اصطلاح خلافت های عربی در ضمن خلافت های استعماری و امپریالیستی باید تلقی کرد. و به علاوه این به اصطلاح قدرت های استعماری و امپریالیستی همیشه در طول تاریخ بودن، قدرت های استعماری و امپریالیستی که طرفدار بردهداری نبودن، ولی که این مورد یعنی در اسلام این قدرت استعماری و امپریالیستی در ضمن یکی از مشخصات های برجستش همانا چی؟ همانا بردهداری هستش. خب حال صحبت هایی هست، بردهداری منظور چیست دقیقا؟ برای اینکه مطلب رو در واقع اسلامگرایان یه مقدار ضعیف جلوه بدن یا به نحوی سعی بکنن بپوشونن، میگن که بله اگر هم بردهداری وجود داشته، بردهداری مانند جاهای دیگه نبوده است. حال ما با دقت علمی نگاه بکنیم، بردهداری شکل‌های مختلف و حالت‌های مختلفی در طول تاریخ داشته. گفتیم، یادآوری کردیم در عهد روم و با به اصطلاح یونان باستان، همچنین در آمریکای مدرن. ولی باز به طرز مشخصتر اگر بیان بکنیم، این هستش که گاهی میگوین بردهداری در واقع با بردگاری با بردهداری اون کهن فرق داشته در جوامع اسلامی و این بردهداری به این معنا بوده که سیستم بردهدارانه نبوده، بلکه در این جوامع اسلامی بردهداری هم بوده است، اینطوری صحبت میکنند. و بنابراین در جا میخوام بگویند این حالت اول که بله بنابراین اسلام اونجایی که مستقر شده و دولت‌های اسلامی با اومدن، اینا طرفدار برده نبودن، ولی که بردهداری نیز در این جوامع به هر حال بوده است.
یک، این یک نگاه است. نگاه دوم این استش که اونها میگوین بله بردهداری که در این کشورها بوده بردهداری پدر سالارانه بوده و این بردهداران بردههایی بودن که عملا قدرت این رو داشتن که خود رو در به اصطلاح نظام موجود ادغام بکنن و بنابراین اون شدت و حدتی که در بردهداری دیگر وجود داشته نبوده، بلکه این بردهداری نوعی پدر سالارانه و نوعی در واقع خانوادگی بوده. این حالت دوم. حالت سوم میگوین بردهداری در این کشورهای اسلامی بردهداری بدون خشونت بوده، برخلاف خشونت‌هایی که به عنوان نمونه در ارتباط با بردهدارانی که انتقال داده می‌شدند به آمریکا و زیر شکنجه و به هر حال بدرفتاری‌ها بخشی از اونها نابود می‌شدند، می‌گویند در جوامع اسلامی این بردهداری توأمه با خشونت نبوده است. این مورد سوم. مورد چهارم می‌گویند بله به هر حال این بردهداری خیلی گسترده نبوده، فقط مشمول به اصطلاح زنان می شده که بخشی از جامعه بودن و به این ترتیب یک عمومیت نداشته است. این هم مورد چهارم. مورد پنجم می گوین عرب و قدرت های اسلامی بردهداری که وجود داشته بر پایه نژاد پرستی نبوده که بخواهند برتری نژادی خود رو ثابت بکنند، بلکه به هر حال به عنوان یک پراتیک سنتی بوده که اونها نیز ادامه میدن. و بالاخره مورد ششم هم میگوین در واقع سیستم بردهداری در کشورهای اسلامی یا امپراتوری‌های اسلامی دارای یک نوعی ملایمت بوده، نوعی به اصطلاح آرامش بوده و به نحوی به هر حال با توجه به ذهنیت تاریخی قابل قبوله، به خاطر اینکه این بردهداری در واقع توأم با نوعی عطوفت و به اصطلاح مهربانی بوده است. بنابراین توجه بکنید که چگونه این ایدئولوژی های در واقع عربی اسلامی سعی میکنن مسئله بردهداری موجود در کشورهای اسلامی رو خفیف نشون بدن، اینها رو نوع دیگر نشون بدن و به این ترتیب بگوین که آنچه که در پیش ما بود در نزد ماها بود، مانند غرب و یا مانند روم باستان نبود، بنابراین نوع بردهداری خوبش بوده. خب شما توجه بکنید دوستان، بردهداری در ارتباط با حقوق انسان ها هستش. انسانی که حقوق ندارد و به قول ارسطو انسانی که به عنوان یک وسیله تکنیکی هست، مانند یک کلنگ، مانند یک ماشین که فقط نفس میکشه. بردهداری یعنی چی؟ میگوید برده آن است که مانند یک تکنیک انیمه است، یعنی به اصطلاح نفس میکشه، حسی داره، ولی بنابراین فراتر از اینکه یک کلنگی یا یک وسیلی هستش که دارای به اصطلاح حس است، به اصطلاح نوعی انیمسون داره یا نوعی انیمی هستش، این حرفا فراتر از این نمیره و به هیچ وجه اون در برابری با انسان ها قرار نمیگیره. این تعریف بردهداری کلاسیکه و آنچه که در ارتباط با سرزمین های عربی و اسلامی هست، بردهداری چیست؟ برده کیست؟ در شیک های مختلف بنابراین وجود داشته است. بسیار خوب، این درسته. شیک های مختلف از نوع بردهداری خانگی گرفته تا نوع بردهداری که برای کشت مورد استفاده قرار می گرفتن، تا بردهداری که در واقع به شکل بسیار خشونتباری همراه بوده و گوناگون بوده است، از جمله در همین کشورهای عربی. خب ولی اصل قضیه واسه این استش که این انسان ها از حقوق خودشون عملا دور بودن و نمی توانستن مانند انسان های برابر و یا نمی توانستن مانند انسان های در سیستم اسلامی مؤمن باشند. هیچ برده ای نمی تواند برابر مؤمن باشد، حتی اون زمانی هم که اسلام می آورد نمی تواند مؤمن باشد. بنابراین زمانی که می پذیریم که بردهداری بله به هر حال به عنوان یک پدیده هست، یعنی چی؟ یعنی میپذیریم که برابری حقوقی هرگز نمیتواند بین یک انسان آزاد و یک برده برقرار بشود و به این ترتیب هست که ما عملاً
مواجه با این هستیم که بردهداری در سرزمین‌های اسلامی، در سرزمین‌های اسلامی که گفتیم پس از در واقع بنی امیه، بنی عباس، فاطمیون، ایوبی ها و غیر و غیره، ما عملا بر اساس این حالا نقشه را اگر نگاه بکنیم این هستیم که یک شبکه بزرگ جغرافیایی از مدیترانه عملا آغاز میشه و این مدیترانه بیاد به طرف آفریقا و دل آفریقا و در شرق آفریقا شما در واقع منطقه سوریه و فلسطین و اسرائیل کنونی و همچنین عربستان رو دارید، اونجا که نوشته عربی، این منطقه حجاز و عربی هستش. و به این ترتیب در این لحظه من هم این نقشه رو نشون میدم. برای اینکه تکون نمیدم که متوجه بشوید، بنابراین نقشه آفریقا هست و این نقشه آفریقا ما عملا در واقع اینجا میبینید که عربستان سعودی است که بخشی در جنوب ایران هم نیز این پراتیک های بردهداری عملا اومده بود، ولی صحنه اصلی به اصطلاح داستان بازار برده و در واقع سیستم بردهداری در تمام کشورهای اسلامی، یعنی از خاورمیانه گرفته تا کل در واقع آفریقا، آفریقای شمالی و به سوی آفریقای به اصطلاح جنوبی تر حرکت میکنه. اون بالای آفریقا بهش میگیم آفریقای شمالی که اینجا مدیترانه هستش و بنابراین آفریقای شمالی، و به داخل که میایی یعنی به کشورهای دیگه که در بخش داخلی آفریقا هستن اینا قرار میگیرن. در تمام این سرزمین ها ما سیستم این به اصطلاح خطایی رو که ببینید، خطایی هستش که بیانگر خرید و فروش برده بین بخشای گوناگون این جغرافیای بزرگ است. یعنی به طور مشخص الان شما به فرض دارید میبینید مسئله به اصطلاح فروش برده ها در کجا، حتی به نقطه‌ای که الان در همین به اصطلاح نقشه هم نیز میبینید نوشته کوت دزانگ، یعنی اینجای صورتی که میبینید در طرف اقیانوس هند، در واقع این منطقه همین منطقه هستش که از جمله زنگبار هست که در گذشته بوده و یه منطقه بسیار گسترده فروش برده توسط مسلمانان بوده. و سومالی رو میبینید، اتیوپی رو میبینید و همچنین به اصطلاح نوبی رو میبینید، تا بخش این که نوشته آفریقای غربی رو میبینید، و وقتی که به طرف شمال این منطقه ما میریم عملا به جاهایی که میرسیم عربی رو نوشته میبینید، سوریه رو میبینیم و به اصطلاح مصر رو میبینید، لیبی رو میبینیم و مغرب یعنی مراکش رو و الجزایر و غیر ذلک که میبینید، تا میرسیم به اندلس، اندلس که در کجاست، در اسپانیا هستش. بنابراین یک منطقه بزرگ از آفریقا عملا در چارچوب بردهداری نفس میکشیده و فعالیت های اقتصادی وجود داشته. حال یک ویژگی که در این کشورها در مثلا نوع بردهداری اسلامی وجود داشته، ببینید مثلا در سیستم بردهداری مربوط به زمانهای به اصطلاح کلاسیک یونان، برده ها رو در درون ارتش به کار نمی گرفتن و حراس داشتن که مبادا اونها اقدام های نظامی بکنن. حال آنکه در ارتباط با سیستم بردهداری در اسلام ویژگی هایی که اینها داشتن از جمله در این بوده که برده ها، یه بخشی از برده ها رو تبدیل به چی میکردن؟ تبدیل به سرباز میکردن که برای اونها بجنگن، که زیر کنترل فرماندهان در واقع غیر برده عمدتا حرکت میکردن و به این ترتیب راهگشای تمام جنگجویی ها و غیر و ذلک بودن. اینا این یکی از ویژگی های این دوران بردهداری اسلامی هستش. یک ویژگی دیگه هم که باز داره این هستش که
برده هایی که در به اصطلاح کشورهای یا سرزمین ها یا قلمرو به عملا اسلامی هستند، این برده ها هم سیاه ها هستند به شکل متمرکز سیاه ها، و همطور که در نقشه میبینید این کشورها کشورهای آفریقایی هستند و بیشتر بنابراین بردگان سیاه هستند. در کنار بردگان سیاه یه سلسله بردگان دیگه ای نیز هستند که بردگان بربر هستند. بربرها کی هستند؟ بربرها اقوامی بودند که در شمال آفریقا میزیستند، دارای یک تبار دیگه ای بودند که تبار عربی نبوده، و بنابراین زمانی که عرب ها حمله میکنن و تمام آفریقای شمالی رو تصرف میکنن، بخش مهمی از این بربرها رو به برده های خود نیز تبدیل میکنن، و بربرها کسانی هستند که هم در به اصطلاح الجزایر هستن، هم در مراکش هستن، و از جمله بخشی از اینها حتی در زمان هجوم عرب ها به اسپانیا میرن به عنوان در واقع نظامیان یا در درون ارتش، که در درون گروه های نظامی که اونجا رو به تصرف در بیارن. بنابراین ویژگی که در سیستم بردهداری عرب و مسلمان بوده این هستش که نیروهای سیاه پوست و نیروهای بربرها هستند که بخش عمده این برده ها رو به وجود بیاره، و تصرف به عنوان نمونه تصرف اسپانیا توسط اعراب در قرن هشتم با ارتشی صورت میگیره که اغلب اونها یا سیاه پوست بودن، یعنی از کشورهای سیاه پوست آفریقا، یا کجایی بودن؟ بربرها بودن. خب با توجه به این ما اگر دقت بکنیم این استش که عملا وقتی که حمله اعراب شروع میشه به آفریقا، به طرف داخل بیابانهای صحرا حرکت میکنن، و اینها عملا تمام مناطقی که امروز کشورهایی هست که این کشورها عملا خدمتون عرض بکنم چه کشورهایی هستن، ببینید نقشه آفریقا رو در برابرتون قرار بدهید و در درون نقشه آفریقا چنین کشورهایی رو میبینید. ما عنوان نمونه بنابراین کشور مالی هست که یکی از مراکز کشور مالی تومبوکتو هست که اونجا یکی از مراکز مهم خرید و فروش برده بوده. لیبی هست، لیبی و مراکز متعددی که در لیبی بوده و از جمله شهر تریپولی که در لیبی بوده یکی از مراکز بسیار فعال برده‌داری بوده. در مراکش بوده که چند مرکز مهم برده‌داری در مراکش امروزی است. الجزایر بوده، تونس بوده، و همچنین چاد هستش، و همچنین مصر هستش، و قاهره و اسکندریه از مراکز برجسته در مربوط به خرید و فروش برده بوده، و همچنین ما میرسیم به کجا؟ به بخش عربستان، و در بخش عربستان در تمامی سرپ جزیره عربستان. بنابراین مجموع کشورهایی که امروز کشورهای آفریقای سیاه هستند، و اینها سنگال، مالی، چاد، سودان، غیر و غیره، اینها سرزمین هایی بودن که متعلق به امپراتوری عملا اسلامی بودن، و در درون این کشورها یا این سرزمین ها عملا سیستم بردهداری به شدت رایج بوده. و یکی از ویژگی هایی که باز باید تأکید کرد عمانی ها یعنی در واقع شما در نظر بگیرید شبه جزیره عربستان رو در نظر بگیرید، عمانی ها که در به اصطلاح بخش جنوبی شبه جزیره عربستان، یعنی هم قسمت تا حدودی شرقی و جنوبی شبه جزیره عربستان هستند، نقش بسیار مهمی در برده‌داری بودن، و چند به اصطلاح تاریخ نویس برجسته این نقش اونها رو معین میکنه. و همطور که باز ذکر کردم در ارتباط با برده‌داری شما ببینید سومالی الان هست، به نقشه نگاه بکنید، اتیوپی هست، سومالی هست، و میایید به طرف پایین که عملا میرسید به زنگبار، و در اینجا در تمام این مسیر چی بوده؟ مسیرهای مربوط به بردهداری و برده فروشی بوده، و حتی این امر بردهداری و برده فروشی ادامه پیدا میکنه
تا چه زمانی؟ تا حتی زمانهای مربوط به آخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در عربستان سعودی. اون زمانی هستش که به نفت میرسن و شرکت آرامکو که یک شرکت به اصطلاح عربستان سعودی هستش، با کمک آمریکایی‌ها عملا اون شرکت در آغاز فعالیت خودش به شکل وسیعی کارگرانی که به کابیه همون برده ها بودن که برای استخراج استفاده می کردن، برای لوله گذاشتن استفاده می کردن، با همون شرایط بردهداری که از گذشته های دور می آمده. خب به این ترتیب دوستان عزیز، ما با این واقعیت مواجه هستیم که در این مسیر که یک به اصطلاح فعالیت گسترده بردهداری هستش، این بردهداری توسط چه کسانی انجام می گرفته؟ توسط حکرانان مسلمان، و همچنین از اونجایی که یک پراتیک اجتماعی میشه، توسط اشراف، توسط بازرگانان، توسط سوداگران و واسطه های گوناگون عرب، و همچنین در این سرزمین های اسلامی عرب ها نقش برجسته‌ای داشتن، عمانی ها، بربر ها، کوپت ها، یهودی ها، ارمنی ها، و حتی در بخش های جنوبی ایران برخی ایرانی ها، پرتغالی ها، که البته اینها با رقبای کشورهای یا سرزمین‌های عربی بودند، پرتغالی‌ها و بعدها از قرن 18 به بعد نیز فرانسوی‌ها، ولی در این حال و یادمون باشه نقشه ترک‌های عثمانی که یکی از قدرت‌های بردهداری بسیار بزرگ بوده، و این مجموعه‌ای هست که یک بازار و شبکه بزرگ رو تشکیل میده که این بازار به اصطلاح شبکه گسترده خرید و فروش در داخل این بازار وجود داره، و همچنین با نیروهایی که در سایر جاهای دیگه آفریقا یا به اصطلاح خارج از آفریقا هستن و اونها وارد داد و ستد میشن. پس بنابراین آنچه که به حوزه و جغرافیای اسلام برمیگرده، ما با حضور فعال یک سیستم بردهداری مواجه هستیم. خب ببینید، برای اینکه باز چند مثال دقیق تر خدمتون عرض بکنم، از چند به اصطلاح تاریخدان میخواستم برای شما این چند مثال رو بذارم. ابن خلدون یکی از مورخان برجسته بر حال مسلمان هست که خود در واقع دارای تبار بربری بوده، و او برحال در کتاب مقدمه خودش و کارهای تحقیقی که عملا انجام داده بود، از جمله در ارتباط با مسئله بردهداری نکته ای رو مطرح میکنه و او چنین میگوید. میگوید در زمان خلافت موسی بن نویار که در سال 698 میلادی به قدرت میرسه، تعداد 70,000 تا 100,000 نفر افراد بربر و افراد اسپانیایی رو دستگیر میکنه و به عنوان برده به طرف سوریه ارسال میکنه. یعنی برای فروش این بردگان 70,000 نفری در چه سالی؟ در سالهای 714 تا 715 میلادی. بنابراین ابن خلدون میگوید برای انسان ها رو میگرفتن، اینها رو اجیر میکردن، این افراد اجیر شده عملا به کالایی تبدیل شده که از یک بازار به بازار دیگری انتقال میدن، و در چنین وسعت جغرافیایی چه چیزی وجود داشت؟ کاروانسراها وجود داشت، کاروانسراهایی که در واقع مسئله انتقال بردگان رو در نظر داشتن. کاروانسراها و به اصطلاح اون شترها و برخی اوقات از میزان شترهای بسیار بسیار به اصطلاح گسترده صحبت میکنه، و این تعداد شترها در ارتباط حتی مواردی توضیح داره میده که بین 100 تا 700 تا شتر در واقع وجود داشته، که از جمله کارهایی که اینها میکردن، کاروان ها میکردن،
مسئله انتقال برده ها به نقطه دیگر برای فروش، برای در واقع جلب و کسب مثلا سنگ های گرانبها ها و یا به هر حال پول و غیر و ذلک. یک مورد دیگر، مفسر بیزانسی تئوفن، یکی از مفسرین معروف بیزانس هستش، بیزانس همون اروپایی، ببخشید همون روم شرقی هست که مرکزش قسطنطنیه بود که امروز به اون میگوین استانبول. او میگوید، تئوفن بنابراین میگوید، در دستگاه خلافت در کروان، در کروان یعنی در شمال آفریقا، در سال 607 میگوید بیش از 80,000 افراد اجیر شده و برده شده در خدمت دستگاه سیاسی کروان بودند. چقدر؟ 80,000 نفر. یک مورد دیگر خدمت را عرض بکنم. یکی از مورخان معروف به عنوان به نام محمد تلبی مطرح میکنه که در طی یک قرن میزان، دقت بکنید، میزان 400,000 افراد مزدور شده و برده شده به طرف شرق فرستاده میشه، یعنی شرق منظورش اینه که در مثلا شمال آفریقا اینها رو میگیرن، برده میکنن و میفرستن، به خاطری که مرکز خلافت در کجا بوده؟ در یک دوره در دمشق بوده و پس از اون میره به کجا؟ میره به طرف بغداد. بنابراین بازار، هم بازار داخل آفریقا وجود داره و هم بازار و مرکز داد و ستد به اصطلاح بردهداری در ضمن در به اصطلاح شرق که همانا به اصطلاح سوریه امروز باشه یا دمشق باشه از جمله، و یا حتی به طرف مکه و اون چیزی که در حجاز وجود داره. بنابراین مطرح میکنه که 400,000 نفر در طی یک قرن به شرق فرستاده شد تا به فروش برسند. خب به این ترتیب دوستان، ما در به اصطلاح افسانه نمیگوییم، اینها بر پایه شواهد تاریخی هست که خدمتتون عرض کردم، و این شواهد تاریخی از جمله کسانی هستند که دارای تبار اروپایی هستند و افراد به اصطلاح افراد تاریخدان هستند، و همچنین کسانی هستند، تاریخدانانی هستند مانند صلاح تلابلسی که خود او در واقع از نخبگان و به اصطلاح اندیشمندان غیر اروپایی هستند، و به این ترتیب هستش که ما اگر دقت بکنیم میبینیم که یک بحث مفصلی هستش. البته جنبه ها و زوایای دیگری نیز داره که من در بعد توضیح خواهم داد، ولی آنچه که باید واقعا توجه بکنید این هستش که ما در این بخش دوم در ارتباط با قدرت استعماری عرب و اسلام میخواستیم به این تاکید بکنیم که این استعمار در ضمن با خودش یکی از کثیف‌ترین پراتیک‌های ضد بشری رو با خودش داشته، و اون هم مسئله در واقع وجود شبکه‌های برده‌داری بوده، و این شبکه‌های برده‌داری جزء قواعد رسمی کشورها بوده، و بنابراین تا اونجایی که خلفا زورشون می‌رسیده سیاه‌ها رو برده می‌کردن، بربرها رو برده می‌کردن، و این رو ما نیز شنیده بودیم و در تاریخ خودمون نیز دیده بودیم که اونجایی که حتی به ایران زمین و غیر و ذلک حمله کردن، یکی از اهداف اونها چی بوده؟ تبدیل کردن ایرانیان به برده، بله به برده، و همچنین تبدیل کردن زنان ایرانی به چی؟ باز هم به بردگان زن. بنابراین ویژگی اسلام همانا مسئله بردگی است. بردگی به هیچ وجه در تناقض با اسلام نیست، دقیقاً در راستای نفس کشیدن اسلام هستش. پس بنابراین این ایدولوژی اسلامی، یک دین خشونت پرور، یک دین استعماری، یک دین بردهدارانه، خب حالا چگونه میتوان
حس کرد و فهمید که انسانهایی هستن که در حتی قرن 20 و 21 کماکان به این دین بسیار بسیار زشت وفادار هستند. و به خصوص ایرانیان عزیز، ایرانیان عزیز، ای ایرانیانی که این برنامه ها رو میبینید، به خودتون یا به خانواده هاتون یا به کسانی که میشنوید این برنامه ها رو بفرستید و بگویید که جای شما در درون اسلام و شیعه‌گری نیست. اسلام و شیعه‌گری و قرآن جای پست و جایی هستش که جز تبعیض و بردهداری چیزی دیگه درونش نیست. و امروز اگر آخوندها به شکل عریان آشکار نمیتوانن راجع به بردهداری محمدشون صحبت بکنن، ولی به هستن برخی آیت الله هایی که در این زمینه حتی مطرح میکنن که بله، آنچه که در زمان محمد بوده امروز نیز میتواند وجود داشته باشد. ولی به هر حال ما میدانیم که آخوندها بر سر کار هستن، اونها تمام قدرت و سرعت رو در دست گرفتن و تمام ملت ایران رو عملا در اسارت قرار دادند. این اسارت فرق میکنه با اسارت نوع بردهداری، ولی به هر حال اونها به امتیاز میخواستن برسن که رسیدند. ولی شما توجه بکنید به ایدولوژی این نظام. ایدولوژی این نظام همانا قرآنه، همانا استعماره، همانا بردهداری هستش. پس بنابراین این بردهداری که در قرآن وجود داره و در تاریخ اسلام وجود داره و همچنین در پراتیک محمد و امامان وجود داشته به عنوان کسانی که عملا برده فروشی میکرده، علی ابن ابی طالب برده فروش بوده است و امامان کسانی بودند که اینها دارای چی بودند؟ دارای بردگان خانگی و بردگان جنسی بودند. به این خاطر هستش که بنابراین برای اینکه ما انسان باشیم، برای اینکه آزاداندیش باشیم، یکی از شرطهای اساسی انسان بودنمون به عنوان انسان مدرن، کسی هست که خود مختاره، کسی هستش که از منافع و حقوق خودش دفاع میکنه و بنابراین کسی هست که قادر هست از درون ایدولوژی اسلامی خارج بشه که بتواند در واقع آزادی روحی و روانی خود رو نیز به دست بیاورد. بنابراین این بخش دومی بود در ارتباط با تاریخ اسلام، تاریخ استعماری اسلام، و این بار در ارتباط با بردهداری. یک شماره دیگر نیز خواهیم داشت که به شکل باز جنبه های دیگری از این پراتیک بردهداری در درون دنیای اسلام رو توضیح خواهیم داد. تندرست باشید و شادمان تا دفعه دیگر.